یه جمله معروف از یه فیلم مورد علاقه چی میتونه باشه؟ دیالوگ خیلی از فیلم ها بعد از گذشت سال ها موندگار شده. مثلا اگه الان بهتون بگن که راه های رسیدن به خدا به تعداد آدم هاست، مطمئنم که خیلی از شما نه تنها این جمله رو به خاطر میارید، بلکه اسم فیلمش رو هم همین الان به زبون آوردید. در این سادگی کلی حرف واسه گفتن داره. به زبون بی زبونی میگه اگه عقاید و باورهامون با بقیه فرق میکنه، اگه آداب و رسوم دینمون متفاوت تر از بقیه است، اگه خدا رو به روش خودمون میپرستیم، تمام اینها دلیلی بر این نمیشه که خودمون رو تافته جدا بافته بدونیم و یا بقیه این حق رو به خودشون بدن که ما رو تافته جدا بافته قلمداد بکنند و به نوعی کنارمون بگذارن. اگه میخوایم دنیای بهتری بسازیم، اگه میخوایم که نسل‌های آینده از نعمت یه زندگی آروم و بی‌دغدغه برخوردار بشن، پس وقتشه که دیدمون رو نسبت به تفاوت‌ها عوض بکنیم. تفاوت‌ها رو به دید عاملی برای دوری و تفرقه نبینیم. به اونا به چشم تنوع نگاه کنیم. هر کدوم از ماها با هر اندیشه و عقیده‌ای میتونیم از یک زندگی مسالمت‌آمیز در کنار هم لذت ببریم. در صورتی که همه سعیمون این نباشه که در جهت اثبات خودمون نظرات و عقاید دیگرون رو به چالش بکشیم و به نوعی عقاید خودمون رو بهشون تحمیل بکنیم. من ایمان ملکوتی هستم و خوشحالم که در یک فصل مشترک دیگه با شما همراه هستم. معابد بهایی جایی برای پیروان تمامی ادیان از هر دین و آیینی فارغ از همه تفاوت‌ها تا گرد هم بیان و هر کس بر طبق اون چه که باور داره به عبادت خداوند مشغول بشه و هیچ کس بر کس دیگه خورده نگیره که راه تو نادرسته و راه من درست. پس دوباره میرسیم به همون جمله معروف که میگه به تعداد آدم‌ها راه‌های رسیدن به خدا وجود داره. یکی از این معابد معبد باتامبانگ در کشور کامبوجه که اخیراً با برگزاری یک کنفرانس افتتاح شد. کشوری که در جنوب شرقی آسیا واقع شده و از نظر جغرافیایی بخشی از شبه جزیره هندوچین به شمار میاد. Thomas Phea Yuttathor Sakol ដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់ជំនឿសាសនាបាហៃខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅដល់សម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីគោរពប្រាប់អាននៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមប្រកាសបើកដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅមហាប្រាសាទធម្មៈរបស់សាសនាបាហៃនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកនេះយើងមានអារម្មណ៍រីករាយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលបានឃើញពន្លឺដែលបានផុសចេញពីចិត្តដែលបានផុសចេញពីក្រអៅបេះដូងរបស់យើងគ្រប់គ្នានេះThank you.
آقای چیم چان سوفان معاون فرمانداری باتام بانگ در سخنرانی خودش در این کنفرانس گفتش که محلی که زمانی خشک، بیروح و خاموش بود و کسی سراغش نمی اومد الان تبدیل به باغ زیبایی شده که روز و شب تمام اقشار جامعه رو به خودش جذب میکنه. آقای سوفان در ادامه مطلب عنوان کردند که میخوام تأکید کنم که این معبد محلی بهایی نقش بسیار مهمی در ایجاد وحدت میان پیروان ادیان مختلف خواهد داشت. این معبد بهایی نه تنها یکی از جاذبه های عمومی باتام بانگه، بلکه جاذب روحانیت برای مردمی خواهد شد که در اینجا گرد هم میان. تمام وجودم از شادی و هیجان زیاد پر شده، چون شاهد افتتاح معبد هستم تا حدی که میخوام اشک شوق بریزم. من خیلی افتخار میکنم که ما مشغل اسکار محلی خودمون رو در کامبوج داریم. امروز احساس میکنم که بخشی از این مراسم افتتاحیه بودم، بخشی از این لحظه عظیم و تاریخی، و این به من یک حس ویژه و خاص بودن میده. من از اینکه اینجا هستم خیلی احساس خوشبختی و شادی میکنم، چون این لحظه یه لحظه تاریخیه. این اولین مشغل اسکار محلیه. وقتی وارد این مشرق الاسکار شدم احساس عجیبی داشتم، احساسی که نمیتونم توصیفش کنم. خیلی احساس خوشحالی میکنم و از شادی اشک شوق میریزم. از حضرت بهاءالله سپاسگزارم که به من این فرصت رو دادن که شاهد زیبایی مشرق الاسکار باتام بانگ کامبوج باشم. من حقیقتاً میخواستم اینجا باشم، در باتام بانگ، برای اینکه راجع به جامعه سازی چیزی یاد بگیرم و بفهمم اینکه صدها نفر به هزاران نفر خدمت میکنن یعنی چه. این یک تغییر از درون ایجاد میکنه که رفتارهای ما رو تحت تأثیر قرار میده و بنابراین باعث پیشبرد هرچه سریعتر خدمت در جامعه میشه. این مشرق الاسکار اکنون افتتاح شد و تأثیرش را در آینده نشان خواهد داد و روند آموزش و تعالی روحانی و مادی ساکنین محل را سرعت خواهد بخشید. تأثیرات این معبد متحد کردن همه ما با همدیگر است. این معبد برای تمام مردم از همه ادیان هست، برای اینکه به دور از تعصب با همدیگه دعا بخونن و عبادت کنن. این یک محل خاصه، جایی که همه کنار هم جمع میشن، صرف نظر از مذهب، قومیت و پیش زمینه، ولی همه با یک هدف مشترک در کنار هم جمع میشن تا قلبای خودشونو پاک کنن و به خدای متعال دعا کنن.
قبل از اینکه خداحافظی کنم یادآور میشم که رسانه فارسی بهایی یا پرژن بی ام اس از تاریخ 19 تا 25 اکتبر ویژه برنامه‌ای داره به مناسبت گرامی داشت 200 سالگرد تولد حضرت بهاءالله. و جمله آخر این که یقین بدونیم که این تنوع اندیشه هاست که دنیا رو قشنگ‌تر میکنه. ممنونم که یک فصل مشترک دیگر رو تا پایان با من همراه بودید. شبکه‌های اجتماعی و کانال تلگرام ما رو فراموش نکنید. اگه انتقاد، پیشنهاد و یا نظری دارید میتونید از طریق آدرس ایمیلی که در پایین صفحه میبینید همیشه و هر کجا مستقیماً با تهیه کنندگان فصل مشترک در تماس باشید. مثل همیشه فکر میکنیم پیدا کردن پاسخ هر پرسشی میتونه ما رو یک قدم برای رسیدن به یک فصل مشترک نزدیک‌تر کنه. تا یه هفته دیگه و یه برنامه دیگه، هوای همو داشته باشید.